نرفتم تو خیریهشون، اما اگه میدونستم یه ریگی به کفششونه همه چه برای صدرا تعریف میکردم، بلکه زودتر بتونه جلوی این اتفاق بگیره. شاید حامد اشتباه کرده باشه، نمیدونسته پشت خیریه کیا هستن. وای مهتاب، مهتاب خواهر من چه اشتباهی؟ تو خبرایی که در اومده نوشته چند نفرن که پرونده داشتن، همه جا پخش شده. حامد میخواسته تلافی کنه. این چه حرفیه مهدیه؟ تو همیشه بیشتر از من حواست به این چیزا بوده. نترس، من از صدرا نمیترسم، فقط خجالت میکشم. سلام علیکم. سلام. خیلی ممنونم از صدا حامد، برادری در حقم تمام کرد. مهدیه، مهدیه، خسته نباشی صدرا. صدرا یه دقیقه به حرفم گوش کن صدرا. اونا میخواستن منو بکشونن تو اون خیریه لعنتی. گوش کن، تلاش کردن منو بکنن جز به هیئت مدیرهشون. دو دفعه رفتم اونجا، بعد گفتم من نیستم، ای زنگ زدم به گوشیم بعد جواب ندادم. بگو دیگه چیکار باید میکردم؟ منو نگاه کن صدرا، تو که تو جریان روابط ما با اونا بودی. حتی اون روزی هم که میخواستم برم قرارداد ببندم، برای اینکه خیال خودم راحت بشه به حامد گفتم تتو ماجرا رو در بیاره. گفت خیالت راحت باشه، مسئله ای نیست. من حتی باشون قراردادم نبستم. نباید سراغ حامد میرفتی. خیلی تلاش کردم از کارهای فرهاد خودم رو جدا کنم، کنار وایسم، ولی نشد. به خاطر مینا نشد، به خاطر تو نشد. همیشه میگفتی ما فقط مینا رو داریم، به خاطر اون باید از همه چیمون بگذاریم. ولی نباید از همه چیمون میگذاشتیم. من خودمو مینا و فرهاد هزینه کردم. هر تصمیمی که بگیری
همینی که گفتم. مامان من دختر شمام دارین اینجوری با هم صحبت میکنین ها؟ اینجوری باهات حرف میزنم چون به سر تو و فرهاد قسم میخوردم، بهتون اعتماد داشتم، از اعتماد من سوء استفاده کردین. میدونی فرهاد چه افتضایی به بار آورده؟ فرهاد شوهر توئه. خب مگه بابا شوهر شما نیست؟ خودت داری میگی حرفاش مبهم بود و هیچی ازش نفهمیدی، حتی صبح اول وقت زده بیرون نمیدونی کجا رفته. مبهم بود اما فهمیدم که فرهاد زده بند کرده مال مردم خورده. زنگ بزن فرهاد بیاد. گفتم زنگ بزن. خب فرهاد جلوی شما که صحبتی نمیکنه. تلفن کن بگو بیاد. مامان قربونت برم، بذار من خودم با فرهاد صحبت کنم بهتون میگم چی شده. مینا اگر بلایی سر بابات بیاد من میدونم و تو و اون فرهاد. مامان باور کن بابا دوچار سوء تفاهم شده، فرهاد کاری نکرده. الو فرهاد کجایی؟ چی شده؟ بابا انگار وا داده یه چیزایی رو به مامان گفته. چی گفته؟ نمیدونم. صبح اول وقت نمازش رو خونده از خونه زده بیرون. بابا آدمیه که اگه تو خطر بیفته یا اگه حس کنه تو خطر افتاده همه چی ولو میده، هیچ چی هم براش مهم نیست. واسه چی باید حس کنه تو خطر افتاده؟ با گندی که سر قضیه خاله مهدیه و شوهرش پیش اومده، خبر همکاری خاله به اون خیریه مسئله دار، حتما یه اتفاقی افتاده که این شده حال و روزش. باشه این چه ربطی به داستان ما داره؟ نمیدونم. الان فقط باید فکر کنیم ببینیم چه خاکی میتونیم تو سرمون بریزیم. چه خاکی بریزیم؟ من که از اون اول میخواستم با ماما درست تصویه کنم. بعدش میخواستی چی کار کنی؟ بعدش هم مثل بقیه مردم. بقیه چی کار میکنن؟ من به یه زندگی معمولی قانع بودم، تو نذاشتی. تو غلط کردی که به زندگی معمولی قانع بودی. ماشینای زیر پات معمولی یا خونه‌ای که توش نشستی یا ویلامون، کدومش؟ جواب بده دیگه. داد نزن مینا، من دیگه مخم نمیکشه. جهنم که مخت نمیکشه، به درک که مخت نمیکشه. تو بی عرضه بودی که کارو به اینجا کشوندی. امروزم یه وکالت به من میدی، هر چی داریم و نداریم و من میفروشم. مگه خودم چلاقم؟ تو که امروز میری ترکیه، اگه بابام لط داده باشه همین امروزه که میان سراغت. همون دیگه، بدبختی همینه. تا الان ما دستفرمون تو رفتیم جلو، از الان بعد من خودم میدونم باید چیکار کنم. تو نیاز نیست به من پیشنهاد بدی. دستفرمونت که تش شد زندان. برو پایین مینا، برو پایین، بیشتر از این رو اعصاب من نرو. یه بلایی سر خودمو میارم ها. ایران بمونی برای خودت خطرناکه. میان میگیرنت، میبرنت، میندازنت زندان، هر چی داری و نداری هم ازت میگیرن، بدبخت. وقتی پرونده یه صندوق کاوش ارجاع شد به شعبه من، خیلی زود اطلاعات زیادی جمع کردم. واضح بود که صندوق ضرر داده، مدیراش هم دست رو دست گذاشته بودن، انگاری نمیخواستن هیچ کاری انجام بدن. تا هفته بعدش یکی بهم زنگ زد، گفت یکی از مشاورای بانک فرداست، میخواست منو ببینه. عوانی بود، اصرار داشت بیرون از دادسرا همدیگر رو ببینیم. ولی من قبول نکردم. جناب سعادت، من هیچ نفع و ضرری تو این پرونده ندارم. من مشاور بانک فردام، یه حقوق بگیر ساده. اگه الان خدمت شما رسیدم تنها به این دلیله که کمی نگرانم. نگرانیتون بابت چیه؟ حق حقوق مردم.
حقوق بازنشسته های عضو صندوق. ببینید جناب سعادت، من پیشنهادی که مطرح کرد ظاهر موجهی داشت، دلسوزانه بود. ازم خواست تحقیقاتو طولانی کنم و صدور قرار رو بندازم عقب. گفت اگه قرار جلب و صادر کنید، مدیرهای صندوق نمیتونن اوضاع رو بهتر کنن و عملا صندوق فلج میشه. ازم خواست یک سال بهشون فرصت بدم. البته من میتونستم بهتون پیشنهاد مالی بدم. نمیدونم شما اهلش نیستیم، منم نیستم. الانم ریش و قیچی دست شماست. هر کاری که فکر میکنید خدا پسندانه است و به نفع مردم یا صلاحه، همونو انجام بدیم. در واقع من مزاحمتون شدم تا نهایت کار و خدمتتون بگم. اگه این ماجرا دادگاهی بشه یا کار رسانه‌ای بشه، عملا خدمت رسانی به بازنشسته ها مختل میشه. الان حداقل صندوق داره تلاششو میکنه که حقوق بازنشسته ها به موقع براشون واریز بشه. دیگه تصمیم با خودت. حرفای امانی منطقی بود. اگه نداشتیم پرونده هایی که سالها روند دادرسیشون طول کشیده و مردم وقتی به پولشون رسیدن که ارزشش نصف شده، تحقیقاتو طولانی کردم. هرچند وقت یه بار مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره رو احضار میکردم و باشون حرف میزدم، بهشون فشار میآوردم که زودتر تکلیف رو مشخص کنن. اونا هم اسناد و مدارکی رو نشون میدادن که پروژه هایی که سرمایه گذاری کردن داره به سود میرسه. چند ماه همینجوری گذشت. گریه کردن چیزی درست میشه؟ بابا تو من حرفی بهش نزنی. اشکال سلام. سلام، خسته نباشی. ممنون، خوبی؟ خوش آمدی، دست درد نکنه. این ها آمده؟ آره. لباسات عوض کن بیاد. اینا تو آشپزخونه است. دختر بابا خوش اومدی. خوش خوبی دخترم؟ چی شده مطمئن؟ لباساتو عوض کن بهت میگم. بابا چی شده؟ میگم چی شده؟ هیچی، فرهادو بازداشتش کردم. واسه چی؟ فرهاد میخواست با دوتا از دوستاش یه طرحوار خیلی بزرگ بزنه. فرهاد با دوتا از دوستاش یه شرکت ثبت کرده بودن. میخواستن اطراف تهران یه میدون طرحوار وسیع را بندازن. یه میدون طرحوار عمده فروشی مجهز. ولی کارشون به مشکل برخورده بود. زمینی که خریده بودن معارض داشت. بابت تجهیزات چک داده بودن، ولی همه چی به هم ریخت. بدهی سنگینی بالا آورده بودن. از چرا به ما دروغ گفتین؟
چرا وقتی ازتون میپرسیدیم کار چطور پیش میره میگفتین خوبه؟ نمیخواستیم شما رو نگران کنیم. اون ترباری که میگین میشه با وام و قرض سر پاش کرد؟ نمیدونم. زمینش همه اینجا اینه؟ بله همشه. اینجا که زمین خالیه، نه سوله‌ای نه تجهیزاتی، همه چیه او به هم پیچید. معارضی که برای زمین پیدا شد، گرونی مساله، کسایی که زیرابشونو این ور اون ور زدن. بابا فرهاد خیلی به این پروژه امیدوار بود، صبح و شب نداشت براش. حالا باید چی کار کنی؟ حکم جلب با شکایت کی صادر شده؟ کسایی که بهشون چک داده بودن نتونستن پاس کنن، نمیتونن پاس کنن، خیلی زیاده. تا دو ماه تو بازداشت بود، خونهشون رو با همه وسایل زندگیشون فروختن تا تونستن چه کار رو پاس کنن. فرهاد از زندون اومد بیرون، با کلی بدبختی وثیقه جور کردیم تا آزادش کنن. باید میومد بیرون تا یه کاری بکنه که از این مخمصه در بیاد. اومدن خونه ما، هنوز کلی بدهی داشت. من عدد و رقما رو حضور ذهن ندارم، اما میدونم یه قرارداد سنگین بسته شده با شرکت کشت و صنعت تلیه برای خرید گوشت. گوشت برای چی؟ برای توزیع بین بازنشسته ها، برای کم شدن فشار روی صندوق. این پروژه مجتمع طاووس غرب چی شد؟ بلوک های 3 و 5 ش آماده فروشه، بقیه بلوک هم تا 4 ماه دیگه آماده میشه. سود پروژه رو تو گزارش ننوشتی؟ خب اول باید فروش بره، بعد که قیمت مسکن این روزا خیلی نوسان داره. بله قیمت مسکن همیشه رو به بالاست. حالا شما نگران نباشید، متناسب با سود پروژه صندوق به تعهدات معوقش در قبال بازنشسته ها حتما عمل میکنه. فاصله زمانی بین گزارش ها رو کم کنیم. چشم باش. نگران نباشید. خیلی از لطفتون ممنونم. خب شما با بنده امری ندارین؟ عرضی نیست. راستی جام سعادت، مشکل دامادتون حل شد؟ والا خونه و زندگیشون رو فروختن و یه بخشی از بدهی رو دادن. با وثیقه‌ای که خانواده‌اش جور کردن فردا هم از زندان آزاد میشه. منم که نداشتم. خب بقیه بدهیشی؟ نمیدونم، باید یه راهی پیدا کنه. همینجوری که یه راهی پیدا نمیشه، به نظرم باید با هم بگیره. چه وامی؟ وامای مختلفی وجود داره، مثلا وام مشارکت. یکی از حوزه هایی رو که بانک علاقه منده توشون فعالیت بکنه رو انتخاب کنه، بعد براش شرکت ثبت کنه، وام بگیره، با بدهکاراش تسویه کنه، اصل وام هم خورد خورد برگردونه. بهترین گزینه به نظرم همینه.
مثلا چه حوزه‌ای؟ مثلا قطعه سازی خودرو. البته اینو الان به ذهنم رسید گفتم، حوزه‌های مختلفی وجود داره. خب اگه وام بگیره، تأکید کردم که نمیخوام کاری خلاف روال و قانون انجام بشه. بهم گفت حواسش هست و حساسیتامو میدونه. فرهاد گفتم اون بند خدایی که میری پیشش آدم مهمیه، میتونه کمک کنه مشکلتون حل بشه. حاج آقا من نمیدونم اصلا میتونم پس تصویه وام بر بیام یا نه. خودش راهنماییت میکنه، فقط حواست باشه اگه حس کردی سفارش ویژه میکنه منو در جرم بذار. چشم. هیچ وقتی محبتتون رو فراموش نمیکنم. بلند پروازید کار دستت داد، نباید خودتو مینداختی تو این مخمصه. تو قرار ملاقات اول بینشون چی گذشته بود؟ من از جزئیات خبر ندارم، فقط فرهاد بهم گفت که رو همون موضوعی که قبلا حرفشو زده بودن به توافق رسیدن. وام مشارکت برای راه انداختن یک کارگاه قطعه‌سازی خود رو. الان اوضاع کارگاهشون چطوریه؟ سرپاست؟ ارزش داره؟ کارگاهی در کار نیست. یه شرکت ثبت کردن، وام مشارکت گرفتن. ولی وامو یه جای دیگه هزینه کردن. کجا؟ در حدی که من فهمیدم اولش پولو بردن تو بازار سکه، یه مدت بازار رو بالا پایین کردن، بعدش هم افتادن تو کار واردات ماشین‌های خارجی. الان هم یه نمایشگاه ماشین دارن. بعد از گرفتن وام رابطت با امانی چطور پیش رفت؟ حساباتو مشکل داره. کجاش مشکل داره؟ خب بفرمایید توضیح بدم. سود شرکت‌های زیر مجموعه صندوق تو حساباتو نیومده. خب سود نداشتن. پس چرا با سفارش و حمایت صندوق رفتن از بانک فردا وام گرفتن؟ خب وام گرفتن که کار کنن به سود برسن، ولی نشده. کار تولید این روزا خیلی سخت شده جناب سعادت. سه تا از این شرکت ها تولیدیه، بقیهش که دلالیه. از که تا حالا دلالی ضرر ده شده؟ جسارتن شما نوسانات بازار ارز رو در نظر نمیگیرین. آقای امانی فکر میکنم منو سر کار گذاشتی، منم بازیتون خوردم. بفرمایید. بفرمایید جناب سعادت، شما اگه اجازه بدین من براتون جزء به جزء توضیح میدم. فقط یه خورده مهربون‌تر باشین. اگه یه حسابرس این گزارش‌ها رو بررسی کنه نامهربون‌تر هم میشم. هر بچه‌ای میفهمه که حساب سازی کردیم. بفرمایید. بفرمایید. از یه جایی به بعد دیگه مجبور شدم ادامه بدم، چون فهمیدم فرهاد وامشو تسویه نکرده، پای منم گیر بود. ترسیدم. یه قلم کاغذ بدین جزئیاتو بنویسم، جزئیات کارهایی که کردم، اختلالی که توی تحقیقات صدر انجام دادم و چیزهای دیگه. درمان بکنه با آخر خطرش که مثلا
قسم دخانیات هست رو بتونه؟ آسپرین خواهم و خیلی میخونی در رفتی به دارو داره یا نه؟ درستان چه آسپرین، چه بقیه داروهای ضد انهار مثل وارفارین و بقیه دارویی که هستن خودشون به هیچ وجه باعث خودش بردار نمیشن. در مورد کسانی که استعداد یه التهاب رو دارن، استعداد زایه رو دارن، میزان بروز خلطی که خونی باشه تو اینا بیشتر. سلام، شرمندتم مهتاب. زنگ زدم ازت عذرخواهی کنم، باید زودتر از اینا ترمز این داستانو میکشیدم تا کار به اینجا نکشه، ولی الان راحت شدم، سبک شدم، منتظرم نباش. چند وقتی خونه نمیام، یه مدت تنها باشم، تو هم تنها باشی بهتره. من تنها باشم تا بتونم فکر کنم، تو هم تنها باشی شاید منو ببخشی. خراب کردم، غفلت کردم. من چند بار با فرهاد تماس گرفتم، جواب نداد. اگه تونستین تو یا مینا باش صحبت کنید، بیاد خودشو معرفی کنه. پروندش سنگینه، وامیام که گرفته بوده تسویه نکرده، برای گرفتنشم زد و بند کرده. اگه خودش بیاد همه چیو بگه، کمکش میکنن. آره، منم سبکتر میشه. مواظب خودت باش مهتاب. جنگیدن با دشمنان کشورشو تم کرد، در قیاب اون برادر تما و خائنش پرنس جان از تاج و تخت در جهت منافع پدیدش سوء استفاده کرد. اما امید مردم رابین هود بود، اون از ثروتمندان میدوزید تا مستمندان. مهدیه، مهدیه، صدای تلویزیون چرا اینقدر زیاده بابا؟ در مورد بده من اینو گربون، اگه ترس داره آخه. تو با این صدا چجوری خوابیدی بابا؟ مامانتون کجاست؟ رفته بیمارستان. بیمارستان برای چی؟ خانم جون مریض شده. بگی اینو بابا، برو بشین مراقبش باش. تو باز چی دروغ میگی؟ خوابیدی دیگه. سلام مهدیه، چی شده؟ خب شروع به من چیزی نگفتی؟ الان حامد اونجاست؟ یعنی چی میخواد تنها باشه؟ اشتباهمون همه رو گرفتار کرد. و حامد الان باید اونجا کنار شما باشه مهدی. من خودم پامشم بیام اونجا. خیلی خوب، خیلی خوب، آروم باش. خیلی خوب باشه، میمونم پیش بچه ها دیگه. اگه کاری داشتی زنگ بزن. خوب آب مینا اونجاست؟ بهش بگو بیاد اینجا، میخوام باش صحبت کنم. خیلی خوب، خدا باش. تاها نازنی، جلوتر نمیاد، وقتی که میبینه
مینا، مینا خوبی؟ ساره حواست باشه چی میگی ها؟ نری اونجا سوتی بدی؟ نه، حواسم هست. ببین منو، تو هیچی از برنامه من نمیدونی. فقط میدونی من حسابی ترسیدم، نمیدونم چی کار میکنم، گیج بازی در میارم. خب؟ فراد من خیلی میترسم. پام برسه ترکیه، تو هم میگم که بیای. ممنون خروجت نکنم. ممنون خروجم هم کنم، قاچاقی میرم. تو الان تمام تمرکزتو بذار که اونجا سوتی ندی. شب کجا میریم؟ میرم پیش رفقام. نگران بابا؟ نگرانی نداره، ما اصلا هیچی خبر نداره. تو الان ما بیشتر نگران خودمون باشی. ما که چیزی نخواستیم، یه زندگی خوب خواستیم. چیز زیادیه این الان. منی که فوق لیسانس دارم، تویی که لیسانس داری، توقع زیادی داشتیم نداشتیم دیگه. نمیدونم، شاید. شاید نداره دیگه، همینی که من میگم. تو فکر کردی اینایی که خونه و ماشین گرون دارن میتونم با یه حقوق ساده، با یه کار ساده میتونم این خونه چند میلیاردی بخرم؟ نمیتونن دیگه. من خواستم یه ذره زرنگ باشه. همین. نازنین نقاشی تو بکش داریم صحبت کنیم. برو برو مینا خانم، فرهاد باعث همه این مشکلات و گرفتاری های حامد شده. الان رسم مردونگی نیست خودشو بکشه کنار، بره مخفی بشه. گفتم بهتون که ترسیده. من که دیدمش رنگ شده بود عین و گچ دیوار. ترس هم داره، خلاف کرده دیگه، وام گرفته پس نداده، این ترس نداره. خب اگه بخواد خودش نشون بده که بازداشتش میکنن. اگه کار خلاف نکرده بود که بازداشتش نمیکرد. چرا انقدر میگید خلاف؟ این همه آدم از این کارا میکنن. تو چرا؟ همه کار خلاف میکنن، مشکل نداره دیگه، عادیه. تو چرا این حرفو میزنی؟ آخه اون سری که افتاده بود زندان شما نبودی. خونوادهش، باباش، من، هممون داغون شده بودیم. اگه بازم اون اتفاق بیفته دیگه نمیتونه سر بلند کنه آقا صدر. اموالش هم که احتمالاً توقیف میشه دیگه، کسی هم نیست که واسش وثیقه بذاره بتونه بیاد بیرون. دختر خوب مینا خانم، باش صحبت کن، بیاد خودشو معرفی کن. باید بیاد با حفاظت صحبت کنه، مشکلات حامد کمتر بشه. برای بر کمکی بتونم بهش میکنم. اون بار که بازداشت شده بود کی وثیقه گذاشت؟ باباش از یکی از فامیلاشون گرفته بود. اما خود فرهاد میگفت این بار با دفعه قبل زمین تا آسمون فرق داره. اگه بخوام وثیقه تعیین کنن کل خاندانشون داراییاشون رو بذارن رو هم، نمیتونن وثیقه بذارن بیاد بیرون از زندان. به خانوادش گفتید که چه مشکلی داره؟ نه نگفتیم. آخه بگیم که چی بشه. باش صحبت کن، بگو بیاد خودشو معرفی کنی. من نگاه کن، نگران وثیقه نباش، یه کارش بکن. دیگه وقت سوس نیست. با خوبه نسوس که اگر این پایی
پایین نمیره. مادر بزرگ تو بیمارستانه و تو به فکر سوسی. الان ساندویچ من سوس نداشته باشه خانم جون خوب میشه. اومد داره بوی میزنه. مامان چرا دیر میدارم کردی؟ همه برنامه‌ریزی ها برمی. دیر نشده بیا بشین. چرا دیر شد؟ سر صبح گفت که نمیرم دعوام میکنه. حالا عروس همین موقع پا میشی یا بشین. از امروز تصمیم گرفته بودم زود برم مدرسه. نون بربری کنجدی هم که نداریم. شما دوتا امروز یه چیزیتون هستا. صابونه تو بخور دیگه بابا. سلام اخی، خوبی؟ خانم جون چطوره؟ خدا رو شکر. برو ماشاءالله. آقا حسین سلام. سلام عزیزم. سلام دجر. خوبی؟ ممنون. شما رو 18 بار به من زنگ زدی، منو تو مرز سکته بردی، بعد دیگه هیچ خبری ازت نشد آقای دجر. سرم شلوغ بود، فراموش کردم. بله. الان فرصتش هست بگم خدمتت؟ ببخشید، من الان باید این بچه رو ببرم. تلفنی عرض کردم خدمتت. پدر بزرگم رحمت خدا رفته. بله. یه مقدار زمین ازش به ارث مونده. متأسفانه بچه‌هاش همین کشیدن بالا. سمارو هم نمیدن. خدا رحمتشون کنه. خب میگفتید برای مسجد مراسم اینا میمونیم ما. خدا رحمت کنه، رفتگان شما 5 سال پیش مرحوم شدن. 5 سال پیش مرحوم شدن. بعد شما الان این عجله داری؟ 18 بار به من زنگ زدی. عرض کردم خدمتت، یهو یادت افتادم. اگه ما بخوام از طریق دادگستری اقدام کنم باید چیکار کنم؟ جایی هست اینا کار قضایی اینا میکنن دفاتر. برید اونجا شکایت تنظیم بکنید. خدا حافظ. همین؟ بله بله همین. سلام برسو. خدا خیلی تشکر. زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. مینا خانوم، همسر تو باعث عصبانی همه این اتفاقا بوده. زیاده خواهی و خلافش باعث شده پدرت به درد سر بیفته. چه متوجه نیستی دختر؟ بله متوجهم. ولی وقتی میترسه چیکارش کنم؟ حتی دیگه جواب تلفن منم نمیده. آخرین بار کجا دیدیش؟ تو خونمون. رنگش پریده بود. حتی به من گفتش که میخواد همه چیو به نامم کنه و از ایران بره، منم همه چیو بفروشم برم پیشش، ولی من قبول نکردم. حالا این فرهاد کجاست؟ تو همسرشی، نمیدونی کجاست؟ مگه شما خبر داشتین که خاله داره میره با اون خیریه کار بکنه؟ چرا حرف بی ربط میزنی دختر خوب؟ جواب سوال منو بده. فرهاد بر نمیگرده زندان. یه بار مزهشو چشیده، گفته شده باشه تا آخر عمرم مخفیانه زندگی کنم توی سوراخ موشی دهکوره جایی، ولی زندان بر نمیگردم. مینا بهش بگو با وثیقه میارمش بیرون تا دادگاه تکلیفشو معلوم کنه. آقا صدرا اتهامش خیلی سنگینه، کل خاندانم جمع بشیم نمیتونیم یه همچین وثیقه‌ای رو براش بذاریم. دختر گوش کن چی میگم، بهش بگو با من تماس بگیره. باشه؟ اگه جوابمو داد چشم. خدا آپارتمانایی که باهاش وام‌ها و ضمانت‌نامه‌ها رو تسویه کردن خارج از تهرانه. یعنی اصلا شک نکردی که این همه پول چجوری اومده تو زندگیتون؟ یعنی شما باور کردین منی که دخترتونم خبر داشتم فرهاد نرفته وامش رو تسویه کنه؟ مال استنبال همسرتون استعلام کرد. در حال حاضر فقط یه خودرو به اسمشون ثبت شده.